فرخی 3 ساله را والدانش به بابا و بیبیش سپاریدند. ای ای بچه بچه مای، ای جگر بچه مای. بایی عذابوی کشتم کشتم. مادراندرش گفت با 2 فرزندش تربیه کودک معلول را به عهده نمی گیرد. مادرش با بهانه بیماری فرخ را به تعبیر معمول به خیشانی شوهرش برگرداند. همین طور طفلی معلول گروه دوم در دست بابا و بیبی افتاد. حالا 11 سال دارد و تقدیر او بابا و بیبیش را به تشویش انداخته است. می ترسند که بعدی سرشان طفل در کوچه می ماند. اینا که ما 60 در اومدم سر ازر ما بمبرم فرزندی مود ما نمیخوام تلاش دارم نمیخوام اینا برای فرخ جای میخوان که او را برای زندگی مستقل آماده کند. ما با کوشش داریم که همین کودک به خونه و بچه آینده یگون چیز شود. در ولایت ختلان بیش از 4000 کودک معیوب است، اما اینترنت کودکانی معلول نیست. بنیاد کودکانی سازمان ملل متحد میگوید کودکان با امکانیت محدود در تاجیکستان که غذای کافی نمیخورند، شرایط نگهداریشان هم خوب نیست. سازمان های بین المللی توصیه دادند برای نگهبانی کودکانی معیوب از سازمان های جمعیتی کمک بگیرند. آنها را به تعلیم معمولی فرا بگیرند. پدر مادری هست که میخواد که کودک خود را عموما به جامعه وارد نکرده در همون خونه نگاهبین کنند. بسیار مهم که کودکان را از جامعه پنهان میدارند. مرکز جمعیتی زرشیدبانو در شهر کولاب است. در آن کودک های امکانیتشان محدود را با دستگیری مالی اتحاد اروپا تعلیم میدهند، تبابت میکنند. در اینجا با میبینند در اطراف این کودکان به مثل خودش است. در این مرکز کودکان را از 3 تا 6 ماه نگه می‌دارند. مسئولین آن می‌گویند توانشان برای نگاهوبینی پره معیوبان نمی‌رسد. پدر مادر در خانه امکانیت ممکن ندارد در قطار کودک معیوب در قطار در دوش وای زن یا مرد با چند کودک دیگر است. فرخ چند وقت نیز در اینجا تبابت گرفت. بابایش او را به مکتب اینترنت حصار حدود 300 کیلومتر دورتر از منزل زیست برد. یکی پرابلم هم میکنن که بیم بگیرین گلکتونا بارین کسالای. نخو کسالا در همونجا میگو بین دکتر های اونجا در زور مومد این همی با چند روزا تلفون کن که بیم گلکتونا بارین که چی های بیم سرشا بتروشی. بابای قربان نظر میگوید آنها به چنین مکتب در ختلان نیاز دارند و از پرزیدنت خواستند تا نبیرش آن را به تحصیل فرا گیرد. خریبی بوشای ابلوش میگم رای دور دیگه زور نمیرسه. استادن فرخ نیز در نزد بیبی و بابا به فایده اون نیست. بر طبق سنجش یونیسف والدین و نزدیکان کودکان امکانیتشان محدود از شیوه معاصر تربیه آنها بی خبرند. برقی بخاری و وقت پسرش را به طبابت فرا گرفت که به قول طبیبان دیر شده بود. حالا 4 ساله است. را نمیگردن، نمیشینن، نه خیلی پشتنش، نه کم کم یک دسته موهای شیده. برقیه برای تبابت گرفتن پسرش باید به درمانگاه های مراجعت کند که صدها کیلومتر از جای زیستش دورند. دوشنبه بودیم، لیلابود بودیم، خیلی مچتون دچه اونجا رفتیم، خیلی سوسا بسیار فرگشتیم. برای برقیه با کودک معیوب گشتن دشوار است. بعضاً برای فهمیدن یک عامل تغییر در صحت کودک برای یافتن متخصص راهی درازی را طی می‌کند. گلنارا نظیرو 4 سال باز دخترش عدالت را از درمانگاه به درمانگاه می‌برد. تنگ دستی گاه و پیش تبابت را می‌گیرد. او می‌گوید از نبود درمانگاه در منطقه عذاب می‌کشد. متخصص ساز باشند که هم تبابتشان را گیرند و جا بیارند هم بوم می‌زنندشان. طبیبان در مغز عدالت غدود یافتند و مادرش میگوید بعدی تبابت در درمانگاه شهری وحدت سلامتیش بهتر شده است. عدالت از دولت 250 سومانی نفقه میگیرد. یک ارادی سازمان های بین المللی هم کم بودنی نفقه معیوبی است و توصیه دادند آن چند کرد بلند شود. این 3 تقدیر بخشی از یک قصه دراز و فاجعه انگیز است.
هزارها نفر دیگر عینی تقدیر را دارند. حالا والدین در ختلان تنها می خواهند در نزدیکی هایشون یک درمانگاه باشد، چون که دوری درمانگاه ها خرج طبابت کودکان معیوب را زیادتر می کند.